برم خدا. سلام، سید مجید خورشیدزاده هستم، جلسه چهارم از آموزش لایبرری متلاتلیب در پایتون. توی این ویدیو قرار هست که با همدیگه ببینیم که چطور میشه یک بار چارت یا نمودار ستونی یا نمودار میله‌ای رو رسم کرد. همونطور که در اینجا میبینید الان اینجا یک نمودار به ما نشون داده شده که میزان فروش یک شرکت رو در ماه‌های مختلف سال حالا داره نشون میده، به ازای ژانویه، فوریه و الاخر. خب بریم ببینیم که چطور میشه این چنین نموداری رو تولید کرد. قبل از هر چیز خب ما ایمپورتامون رو مجبوریم انجام بدیم. خب طبق روال همیشه، حالا من اینو یکم زوم بکنم که ببینید، from matplotlib import کن pyplot رو تحت نام مستعار PLT و ایمپورت بکنیم نامپای رو با نام مستعار MP. خب اوکی، کجا رو pyplot رو بعد نوشتیم؟ اوکی. خب گام دوم، اعداد و دیتامون رو باید ایجاد بکنیم. دیتای X من هست، خب اگر بخوام در نظر بگیرم ماهای سال هست، اعداد 1 تا 12 که میتونم در واقع به صورت رنج تعریف بکنم، بگم رنج 1 تا 13 و این رو به صورت لیست کنه به من تحویل بده. خب این ایکس من عدد 1 تا 12، ایگرگ من باشه یه سری عدد تصادفی من میسازم، رندوم دات رند اینت، و خب اگر امضای در واقع تابع رندین تو نگاه بکنید، یه لو میگیره، یه های میگیره و یه سایز میگیره. حالا فرض کنید که حالا از رو همین نمودارم بخوام در نظر بگیریم، مینیموم اینجا تقریبا 20، ماکسیمومش حالا بگیریم مثلا 60 و 12 تا عدد به من بده. این میشه ایگرگ من که اگر ایگرگ رو پرینت بکنم این اعدادی هست که برای ایگرگ من دیده میشه. خب تو گام بعدی باید بریم سراغ در واقع چاپ. اینها رو من مرج بکنم با هم دیگه، اسکیپ رو میزنیم و شیفت و ام در واقع هر سلول رو با سلول پایینش مرج میکنه. خب من اگه اینها رو بردارم که خوبه ای. خب این از ایکس و ایگرگمون و بریم سراغ در واقع لایبرری متلاتلی پی‌ال‌تی دات. اینجا دیگه ما پلات رو استفاده نمی کنیم، تابعی داریم تحت عنوان تابع بار که تابع بار مجددا همون x و y رو از ما میگیره. من اگر اینو بزنم و plt.show بزنم، خواهید دید که نتیجه این خواهد بود، یعنی یه چیزی شبیه به این نمودار بالایی. اولین موردی که هست اینه که ابعاد این دوتا نمودارمون با هم نمیخونه. برای ابعاد گفتیم که باید یک فیگر ایجاد بکنیم خودمون و بعد رسممون رو در اون فیگر انجام بدیم. توی فیگر هم شما میتونید در واقع فیک سایز رو مشخص بکنید. پس یه من فیگ مساویه با plt.figure و به عنوان آرگومان ورودی میشه بهش فیک سایز رو داد، مثلا بگیم 15 و 10. خب این از این که در واقع داره نشون میده و میبینید که سایزش بزرگتر شد، تقریبا اندازه اون چیزی شد که میخواستیم. مورد بعدی اگر نگاه بکنید میبینید که اینجا الان ببینید ما دیگه تقریبا باید با عناوین و اون حالا ادبیات استفاده شده در متپلاتلیب آشنا شده باشه دیگه. این اعدادی که این پایین هست تحت عنوان ایکس تیک هست، اعدادی که اینجا هست وای تیکس هست، مثلا ایکس لیبل این وره، وای لیبل اینجاست، تایتل بالاست. خب الان چیزی که هست اینجا میبینید هر کدوم از ستونهای ما مقدار دارن، اینجا هر کدوم از ستونهای ما مقدار ندارن. در گام اول اگه من فقط بخوام مقدار، حالا جدای از این که اینجا مقدار رشته‌ای ما اسم ما هست، حتی اگه بخوام اینجا بهش بگم 1 2 3 همه رو بزن، خب میدونم که اینجا چیزی که باش درگیر میشم ایکس تیک هست. پس plt.xticks همون رنج در واقع 1 تا 13 رو به عنوان xticks بهش پاس بدم، بگم این رو برای من ایجاد بکن.
خب اگر بزنم اجرا بکنم، ببینید فرقی که کرد، 1 2 3 همه ماها شماره گذاری شد. در صورت که من این رو هم نمیخوام، من میخوام نام ماها رو داشته باشم. خب قبل از این که بخوام حالا در واقع باید چیکار بکنم، حالا بگم من باید xtix رو بهش بگم این اعداد رو داری، ولی به جای این اعداد بیا این رو بزن January و الاخر، که من به جای اسم ماها میخوام از لایبرری کلندر استفاده بکنم. import calendar، اگر import بکنم ببینید، ما این پایین من یه چک بکنم ببینید calendar dot، اینجا رو ببینید اگر نگاه بکنید مثلا دارید month name، اگر month name رو به صورت یک لیست بهش نگاه بکنید، بگید همه رو به شما برگردونه، ببینید صفر رو که خالی میده چون ژانویه ماه 1ه، صفر رو هیچی نداده، 1 2 3 4. اگه من بزنم از ماه 1 تا انتها رو به من بده، ببینید ژانویه، فوریه، مارچ و الی آخر. پس من اینجا میتونم حتی month name، فکر میکنم که month abbreviation name رو هم داره، month abbreviation و دو نقطه، حالا از 1 تا 2 نقطه مثلا January، February، March و الاخر. خب من همون نیم رو میخوام، میخوام شبیه در واقع از 1 تا انتها اینو کپی کنیم ببریم کجا، ببریم اینجا در واقع xtix رو اومدم چیکار کردم، اومدم گفتم رنج 1 تا 13 عددیشه، این رو میخوام نسبت بدم به مقدار استرینگش که این باشه. خب اگر نگاه بکنید اینجا خیلی ریز در واقع نشون داده شد، این رو من پاک، خب این خوب اوکی، اینجا خیلی ریز نشون داده شده که بعد میدونیم که xtix حالت رشته ای داره، پس من میتونم فونت سایز رو بهش بدم، مثلا بگم 16. خب بزرگش کردیم فونتشو، منتها تو هم دیگه رفت، اینجا چرا تو هم نرفته؟ اینجا دلیلش اینه که کج نشون داده شده. خود xtix یه آرگومان ورودی داره تحت عنوان روتیشن که میتونید بهش بدید، مثلا بهش بگید 45 درجه برای من بچرخون، خب این میشه January، February، میبینید که اینجوری چرخونده شده شما نشون داره. خب این ytx رو هم، خب اینجا رو چون بزرگ کردیم ytx رو هم فونتش رو اجازه بدید که بزرگ بکنیم، plt.ytx. من فقط این فونت سایز رو بهش میدم، کاری به مقادیرش ندارم، هرچی هست هست باشه، پس این رو فقط اعدادش رو تغییر دادم. خب تا اینجای کار اگر ببینید تقریبا یکی شده، منتها ما یه وای لیبل سیلز رو هم داریم. اینجا هم بیاین plt.ylabel و بهش بدیم سیلز، آره، یا مثلا number of sales، این اجرا بکنیم و باز این فونت سایز 16 رو هم بهش بدیم که خورده بزرگ بشه. خب اینم number of sales، این از این. تنها موردی که میمونه این اعدادی هست که این بالاست، که خب یه خورده‌ای در واقع با یه دستور و اینها نیست، در واقع یه خورده‌ای تخصصی تر و حرفه‌ای تر میشه. چه کار بکنیم برای این که این کار بکنیم؟ ببینید زمانی که شما دارید با استفاده از بار، با استفاده از تابع plt.bar یک نموداری رو پلات میکنید، این یه چیزی در واقع کل نمودار رو به شما برمیگردونه. و این بذارید من این اسمشو بذارم پلات 1 و اجراش بکنم. خب حالا ببینید تو این سلول پایینی من بیام بگم پلات 1 چی هست. ببینید میگه پلات 1 یک بار کانتینر هست، یک در واقع دربرگیرنده نمودار ستونیه. خب حالا من اگه برم بگم که به ازای هر آیتمی در پلات 1 پرینت کن خود آیتم رو، آیتم چیه، ببینید اگر من این رو پرینت بکنم، ببین به ازای هر کدوم از این ستون ها یک رکتانگل به من میده، یه مستطیل به من میده، رکتانگلی که x و y داره، عرض داره، ارتفاع داره، زاویه داره، اینها رو به من داره میده. خب بنابراین میبینید که من میتونم به هر کدوم از این ستون ها دسترسی داشته باشم. چرا میخوام دسترسی داشته باشم؟ به خاطر اینکه میخوام برای هر ستون من در واقع بیام و عددش رو
ارتفاع هر ستون رو این بالا بنویسم، در کجا؟ در زیر عرض خودش و در ارتفاع خودش. خب پس بنابراین قبل از این که من PLT رو شو بکنم، بذارید یک حلقه فور بنویسم، بگم به ازای فور، به ازای هر مثلا بار، یا به ازای هر مثلا بگیم بیم، یا بگیم رکت، رکتنگل بهتر، فور رکت این پلات یک، پرینت کن رکت رو. اگر ببینید الان اینو من اجرا بکنم، خب میبینید که اینجا چیز شد. حالا من که نمیخوام پرینت بکنم، من میخوام مختصات اون رکتر ببینم. ببینید حالا رکتر دات من بزنم چه چیزهایی داره. یک موردی که داره مثلا این متدهای get به ما در واقع پراپرتی ها رو میده. get height میتونه به من ارتفاع رو بده، من بگم h مساوی با get height، و مثلا x رو بگم rect مختصات xش، یا x بذارید x پوز بزنم، x position مساوی با rect dot get underline x داریم. خب این اکسپوزیشنش رو هم بگیرم. عرض این ستون چقدره؟ عرض این ستون رو هم بگیریم، داریمش dot get. ببینید get width داریم؟ بله get width هم داریم. خب این از این، و هر چیزی که تصورش رو بکنید در مورد این ستون ها، مثلا حتی رنگش. ببینید بگیم کال یا کالور، حالا بنویسیم کالور، رکت دات گت. ببینید چه چیزایی داره، مثلا اینجا فیس کالر داریم، رنگش رو میتونیم بگیریم. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا من میخوام یه متنی رو در این نمودار خودم بنویسم. برای نوشتن یک متن در یک پوزیشن و یک موقعیت مشخص از تابع تکست استفاده میکنیم، plt.text. اگر امضای تابع رو ببینید میگه یه x میگیره، یه y میگیره و یه فونت میگیره، و حالا موارد دیگه ای که در واقع حالا به فونت دیکت هست، در واقع ویت داش هست و چیزهای دیگه. حالا ما فعلا کارش نداریم. من یه x در یک موقعیت x در یک موقعیت y میخوام یک رشته ای رو بنویسم. چی میخوام بنویسم؟ در موقعیت چی؟ در موقعیت xش چیه؟ همین x position هست. در موقعیت x position در چه ارتفاعی؟ در ارتفاع h. میخوام چی بنویسم؟ میخوام خود عدد h رو بنویسم، خود ارتفاع رو بنویسم. خب چیکار بکنیم؟ بگیم خود در واقع h رو بیاد بنویسم. حالا من که فرمت بندی بکنم، میگم h رو برای من اینجا بنویس. خب اگر اینو اجرا بکنم ببینید چی میشه؟ خب یه چیزی این بالا نوشت خیلی با فونت خیلی کوچیک، که اگه من بخوام در واقع فونت سایز رو بهش بدم، فونت سایز مساوی با 16، خب بزرگتر شد. اوکی، مورد بعدی که هست اینه که ببینید خیلی زیاد جالب نیست، به خاطر اینکه من انتظار دارم که این دقیقا از وسط شروع بشه. اگر بخوام اینجا الان اکسپوزیشن من در برای هر ستون، مثلا برای این ستون جانویه، x پوزیشن من اینجاست، جایی که در واقع موس رو در نظر گرفتم، در صورتی که شما میخواد x پوزیشنتون وسط باشه، پس باید در واقع این مقدار فعلی رو با نصف عرض این ستون جمع بکنید. پس من میام میگم که به جای x پوزیشن بنویس x پوزیشن به علاوه w، حالا ویدث تقسیم بر 2، با این جمع کن با نصفش و بعد بنویس. اگر اجرا بکنم ببینید اومد از این نقطه وسط شروع کرد، در واقع 28 رو از اینجا نوشته، از این وسط شروع کرده به نوشتن. و ما یه چیزی داریم تحت عنوان توی تکست، تحت عنوان در واقع alignment، مثل word که در واقع justify میکنید left align right align، اینجا هم یه horizontal alignment داریم، alignment افقی، که من میخوام بهش بگم وسط باشه، center باشه. خب من اینو بنویسم center و مجدد اگه اجرا بکنم ببینید این اعداد اومد دقیقا وسط نوشته شد. و یه مورد دیگه ای که وجود داره اینه که خیلی این اعداد به توی ارتفاع h یه خورده چسبیدن به این ستون ها، و بهتره که مثلا این ارتفاع h رو
من بیام مثلا به علاوه یه مقداری بکنم، مثلا بگم به علاوه مقدار دو، که میبینید که خیلی میره بالا، که اگه مثلا بیام بگم به علاوه مقدار یک، باز به نسبت میاد پایین. ولی این جمع کردن در واقع یه خورده ای مشکل سازه، به خاطر اینکه تو نمودارهای مختلف مثلا فرض کنید یک واحد، اگر این ارتفاع ستون ها 1000 واحد می بود، اون موقع یک واحدی که من میخواستم جمع بکنم باش خیلی اصلا خودشو نشون نمیداد. ولی همونجور که اینجا میبینید مثلا وقتی کل ستون ها رنجشون بین 20 تا 60 خود یک واحده کلی داره ارتفاع رو باز میبره بالا. بنابراین بهتر که این رو بیایید ضرب بکنید، مثلا بگید ضرب در مثلا یه همچین چیزی 1.01 که به نسبی در واقع اینها رو ببره بالا، این بهتره به نسبی. خب فکر میکنم که نمودارمون خیلی شبیه اون شد دیگه. تنها تفاوتی که داره حالا این که دیگه خیلی مهم نیست، رنگشه، که من میتونم در واقع توی تکست رنگ رو هم بهش بدم، میتونم بگم color مساوی با مثلا gray، این رنگ رو به صورت gray بنویسه، یا ممکنه بخوام همین رنگی که اینجا از هر ستون خوندم همین color این رنگ رو بهش بدم، یعنی بگم هر ستون رو با رنگ خودش بنویسه. حالا اینجا که همین ستون ها یک رنگن، ولی در صورت بخوام از این رنگ خود ستون ها استفاده بکنم، ببینید که به این صورت میشه، یعنی هر عدد رو با رنگ همون ستون نوشته. خب امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. تو این ویدیو ما اومدیم یک بار گراف رو نشون دادیم و یه خورده ای در واقع با جزئیات بیشتری بار گراف رو بررسی کردیم و یه نمونه تولید کردیم. خب چنل من رو در یوتیوب سابسکرایب بکنید، خواهش میکنم، و با سابسکرایب کردنتون ویدیوهای جدیدی که منتشر میشه بهتون حالا نوتیفیکیشن میاد که حالا این یه ویدیو جدید منتشر شد. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.